18 اکتبر 1989 یکی اومد ایران، حضرت رئیس جمهور رهبر رومانی آقای چاوچسکو اومد ایران، اومد ایران یه ملاقاتی بکنه و خمینی هم تازه مرده بود و این به عنوان اولین رهبر خارجی رفت حلقه گل برد گذاشت بالای مرقد خمینی. وقتی که چاوچسکو از کشور خودش خارج شد، دیکتاتور رومانی کسی بود که توی اروپا میشه گفت نزدیکترین رابطه رو با شوروی ها، با سازمان امنیت شوروی کاگبه و با جی آر یو سازمان امنیت ارتش سرخ شوروی نزدیکترین رابطه رو دولت رومانی داشت و خود چاوچسکو استالین اروپا معروف بود به نوعی. و توی اون فاصله ای که رفت ایران، اعتراض توی یکی از شهرهای کوچیک رومانی شروع شد علیه دیکتاتور و ماموران دیکتاتور. چاوچسکو، زن چاوچسکو که همراهش هم بود توی سفر به ایران، از همونجا از راه دور دستور داد، گفت مردم رو ببندید به رگبار. زدن، چند ده نفر رو کشتن و این شد شروع یک اعتراضی که سرکوب شد اون موقع. مثلا فکر کن 18 اکتبر بعد 21 چاوچسکو برمیگرده، خیلی سریع سفرش رو نصف کاره میذاره توی ایران به نوعی و برمیگرده توی کشور. میبینه کشور سرصداست. اولین کاری که میکنه، میاد همین کاری که خامنه ای داره میکنه. وقتی دیگه ترس از اعتراض مردمی بود، اون زمان مردم مشکلات اقتصادی بسیار سنگینی هم پیدا کرده بودن، یک ورشکستگی اقتصادی توی تمام کشورهای بلوک شرق به وجود اومده بود با توجه به تحریم‌های سنگینی که حالا ایالات متحده آمریکا و متحدینش داشتن روی کشورهای بلوک شرق می‌ذاشتن. چاوچسکو ترسیده بود و گفت چیکار کنم؟ مردمو بیاریم جمع کنیم توی میدان انقلاب، توی رولوشن اسکوئر توی رومانی. و میدان انقلاب حالا به بالکن کاخ ریاست جمهوری هم وصله. و مثل همیشه، مثل امپراتورها، اومد توی بالکن ایستاد همراه همسرش و شروع کرد برای مردم سخنرانی کردن. و مردم معترض اون شهر کوچک رو در رومانی مسخره کرد. تظاهر کننده ها شاید باورتون نشه کسایی بودن که خب خود نیروهای امنیتی رومانی اینا رو جمع کرده بودن. و چاوچسکو اون زمان حالا 21 دسامبر سال 1989، فکر بکنید، و فکر بکنید توی دسامبر سال 1967، چاوچسکو از 1965 دبیر کل حزب کمونیست رومانی شده بود، دو سال بعدش دسامبر 1967 میشه رهبر رومانی و همینجور رهبر رومانی باقی میمونه تا 1989، تا دسامبر 1989 این همچنان رهبر هست. 22 سال رو رهبر بود. مقتدر، هیچکس جرأت نمیکرد نطق بکشه. مردمی که جمع میکنن توی میدان انقلاب پایین بالکن که اینو زنش بیان تو بالکن کاخ مثلا ریاست جمهوری برای مردم سخنرانی بکنن، خیلی از این مردم عکس چاوچسکو و زنشو دستشون گرفته بودن به عنوان طرفداران این، اصلا اومده بودن توی خیابون وایساده بودن. مردم شروع میکنن اسم اون شهر رو، اسم شهر رو میارن که یعنی درباره تظاهراتی که پریروز تو ایران بودی کشتار شد توضیح بده برای ما و یه اشاره‌ای به اون بکن. مردم انتظار داشتن برگرده محکوم کنه کسانی رو که کشتن مردم معترض رو. چاوچسکو اون مردم رو مسخره میکنه، همین کاری که مسئولین جمهوری اسلامی، خامنه ای و اینا، خامنه ای که میاد هی میگه اینا مزدوران آمریکا و اسرائیل هستن. بچه دبیرستانی ها سال گذشته اومدن دی ماه 96 معترض شدن که آقا ما آینده میخوایم، ما آیندهمون اصلا روشن نیست برامون، و اونا رو مزدور آمریکا و اسرائیل و عربستان قلمداد کردن. یا جنبش سبزی ها، کسایی که اومده بودن رأی داده بودن، برخیشون نه همشون، سمبل جنبش سبز که رأی هم نداده بود ندا، کسایی که رأی ندادن و رأی دادن اومدن تو خیابون بدون اسلحه اعتراض کردن، بستنشون به رگبار. بعد اومدن گفتن اینا جریان فتنه بودن. اونا جریان فتنه بودن، ماها مزدوران اسرائیل بودیم 18 تیر، الان بچه‌ها مزدوران آمریکا و اسرائیل و عربستانن. و همینجوری خامنه‌ای همه رو مسخره می‌کنه. احمدی نژاد هم میگفت خس و خاشاک بهشون، روحانی 18 تیر 78 به ماها میگفت ارازل اوباش، همین حرفا رو روحانی الان هم میزنه. و خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ تو همون لحظه سخنرانی، سخنرانی که نیکولای چاوچسکو برای خودش راه انداخته، دیکتاتور مقتدر رومانی
22 ساله در قدرته، راه انداخته که خودش هم به مردم نشون بده که همه چیز تحت کنترل منه. نگران نباشید. بسیجیان از سراسر کشور با اتوبوس شما را آوردن به میدان آزادی. بدانید همه چیز تحت کنترل من است. مخالفان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. بعد شروع کنه مسخره شون هم میکنه. همین لحظه ناگهانی از وسط جمعیت یکی هو میکنه. بقیه نگاش میکنن مردم. بعد میبینن چاوشسکو یه دفعه هول کرد. بعد بغل دستی‌ها شروع میکنن هو کردن. یه دفعه میبینی تمام جمعیت، یعنی به اندازه یک چشم به هم زدن، 22 سال حکومت مقتدر چاوشسکو در رومانی با یک چشم به هم زدن، مردمی که همون لحظه عکس چاوشسکو دستشون بود تو میدون انقلاب، تو رولوشن اسکوایر تو رومانی، یک دفعه اون مردم عکس رو میارن پایین، هوش میکنن جلوی چشمش. خودشون میبازه، سخنرانی رو نیمه تمام میذاره، برمیگرده میره داخل. میره داخل به زنش میگه چی شد؟ چه اتفاقی؟ چی بودین؟ ما هو نداشتیم هیچ وقت. اعتراضات مردمی رو نمیتونن جلوشو بگیرن. همینجوری ادامه پیدا میکنه. از همونجا، از همون میدون شروع میشه. میبندن در رگبار. فرداش 22 تمام کشور رو میگیره. 22 دسامبر 1989. مجبور میشه از کاخ فرار کنه. با یک هلیکوپتر از کاخ فرار میکنه. بعد میبینن ارتش پیوست به مردم. آقا این خود ارتشی ها میبینن خیلی وضع انگار خرابه، انقلابی شد. و همه اینها چند ثانیه طول کشید. با یک هو حکومت های دیکتاتوری که اینجوری با سرکوب خودشون رو سر پا نگه میدارن، با یک هو انقدر طول میکشه که بیفتن پایین. چه اتفاقی براش میفته؟ خلبان هلیکوپتر برمیگرده به بهونه اینکه مشکل فنی پیش اومده، تحویلش میدن به نیروهای مردمی، دستگیر میشه. 25 دسامبر دستگیرش میکنن، ظرف چند ساعت محاکمش میکنن. همینجوری شوکه بود، هنوز لباس دیکتاتوری کامل تنش بود، اون کلاه نمدی ویژه دیکتاتور بزرگ خوناشام رومانی روی سرش بود، پالتوی مشکیش تنش بود، با زنش میارن ملکه دیکتاتور و رئیس جمهور رهبر دیکتاتور، دوتایشون رو میذارن جلوی دیوار، میبندن به رگبار، اعدام میکنن. حکم دادگاه فوری اجرا میشه. از 21 تا 25 4 روز انقلاب مردم رومانی طول کشید. 22 سال حکومت دیکتاتوری سنگین چاوشسکو، که پلیس مخفی چاوشسکو، سیکرت سرویسش، یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین پلیس های مخفی دنیا بود، همش پودر شد، ریخت پایین. تصویری که توی دنیا موند و تمام مردم رومانی و مردم دنیا زنده دیدن این بود که دیکتاتور رومانی یه دفعه اومد جلوی دیوار، بستنش به رگبار، همونایی که جلوش سلام نظامی میذاشتن. اه چی شد؟ و چشماش در حالت تعجب و نگرانی که چی شد؟ به زنش نگاه کرد، گلوله ها اومد سمتش، خورد گلوله ها رو، خم شد. عکس ها رو ببینید، خودش و زنش توی اون سن، اگه اشتباه نکنم 72 سالش بود وقتی تیر بارون شد، پیر زن و پیر مردی که دیکتاتوران خونخاری بودن و جلوی شتاب گلوله خم شدن و عکسشون توی تمام دنیا پیچید. پس آیا تجربه این جمع کردن مردم که بیاین ما بشینیم براتون سخنرانی بکنیم، میخوایم خودمون روحیه بگیریم، قبلا هم دیکتاتورهایی در دنیا انجام دادن؟ بله، نتیجه داشته. اگر سر در مقابل خواسته های مردم خم نکردن، در برابر گلوله جوخه اعدام مجبور شدن سرشون رو خم کنن. خامنه‌ای منتظری هم چیزی باش،
اگه میخوای همینجوری به خیره سری خودت ادامه بدی و مردمو خر فرض بکنی، اگه میخوای همینجوری هی بیای بسیج مسیجی ها رو برداری بیاری پول بدی و گوشی پزشکی بدی و فشار سنج بدی و اینا رو برداری بیاری توی این استودیوم و اون استودیوم و وایسی گول بخوری، خودت هم سر خودت تو کلاه بذاری، بیا بگی 13 آبان هیچ خبری هم نخواهد شد. خب اگه قرار نیست خبری شه برای چی میگی؟ بدون داره میشه. اگه روحانی میاد میگه 13 آبان هیچ خبری نخواهد شد، بدون لامصب داره میشه یه خبری. وگرنه مگه مریضی بیای بگی؟ خب برای چی میگی؟ از یه چیزی نگرانید که هی میگید. We fight all the time.